بینندگان عزیزی عمل سلام. در این برنامه خانم شکیبا ابراهیم خیل را با خود داریم. ایشان فعالیت رسمی در بخش فارسی رادیو بی بی سی و پردیسر برنامه های سیاسی در یکی از رسانه ها را در کارنامه دارد. خانم ابراهیم خیل، در قدم اول خوش آمدین در این برنامه. هدف سفرتان از ایرفورد به برلین امروز چی است؟ سلام خدمت شما و خدمت عزیزان که همین اکنون ما را بیننده هستند. سوالتان این بود که هدف ما از سفر چیست؟ ما از دو روز است که از ایرفورد آمدیم به طرف برلین سفر داشتیم و هدف از این سفر البته که آشنایی بیشتر با اعضاب سیاسی در پارلمان است و این سفر از طرف ایبیس یا انستیتوت آموزشی که ما اینجا وایت بیلدونگ انجام میدیم از طرف اونا تنظیم شد و برای 3 روز ما برلین میمانه و از اماکن تاریخی اینا دیدن خواد داشتیم و هدف اصلی ما هی است که ما بیشتر با فعالیت ها و کارکرد های اعضاب سیاسی بیشتر آشنا شدیم. خانم ابراهیم خیر، شما از ایبیس اسم بردین، میشه در رابطه با ایبیس بگوید؟ ایبیس در کشور آلمان همچنان در کنار بعضی از دیگر مؤسسات آموزشی این هم یک مؤسسه است که در بخش های تحصیلات عالی و نیمه عالی فعالیت داره و بیشتر فعالیت اینا به خاطر مهاجرین هستند که اونا تازه اینجا پناهنده میشن و در بخش های مشاوره اینا را کمک میکنند. مهاجرین که سال قبل پروسه تخلیه آمدن آلمان، چون شما رشته تون رب میگیره به سوسیال اروایت یا کارمند اجتماعی، چقدر با این پناهجویان که تازه وارد شدن شما نزدیک هستید؟ سوال بسیار خوب است عدیل. در این قسمت نه تنها ما که فکر میکنم که فعال هستم و نزدیک هستم، شاید شخص خود شما که چرا که در پروسه تخلیه بیشتر از شاید که 70% همکاران ما شما بود، از میدیا رسانه های مختلف بود، پس نمیشه که این دلیل شوه که من مثلا به ایالت تورینگن شهر ایرفورت هستم، 3-4 همکار من رسیده مثلا به برلین یا فرانکفورت، این دلیل شده برای من نمیتونه که امرایشون کمک نکنم. آنقدر برایشون نزدیک هستم که اگر افراد نشه میتونه میره بگویم که حتی روزای شنبه و یک شنبه خود به اختیارشان گذاشتیم در حد توان از تجربه خود، البته چون اینجا آلمان است همه چیز روی قانون پیش میره، شما میدونید که ما نمیتونیم که زنگ بزنیم که دوست ما یا همکارم اومدم، ولی در حد توان و از تجربه های خود آنچه که میفهمم و استفاده میکنم همه تایم خود به اختیارشون میذارم و خودم احساس میکنم که خیلی برشان نزدیک هستم. میشه از تجربه های مهاجرت و تازه ادغام شدن تان بگوین؟ تجربه ها نمیشه بسیار خلاصه کنم اینجا که چقدر واقعا سخت گذشت برای ما و یک مثال بسیار زنده و یک مثال که شاید همه دوستانی که اینجا تازه وارد میشن درگیر این موضوع باشن این بود که مثلا ما از کشور آمدیم که اونجا مثلا ما تحصیل کردیم، فعال اجتماعی بودیم در رسانه ها، وقتی زمانی که ما اینجا آمدیم ما باید از صفر شروع میکردیم و مشکل اساسی این بود که ما نمیتونستیم به سادگی اسناد و مدارک خود مثلا برای یک اداره اونا ارائه بدیم که اونا زودتر این پروسه طی مراحل شایانی ما را بشناسن به صفت یک فرد تحصیل کرده. این تجربه یعنی واقعا خیلی سخت بود و زمانگیر بود برای ما. شما در زمینه دفاع از حقوق زنان و کودکان هم فعالیت دارید، از چه زمانی در این زمینه شما فعالیت آغاز کردین؟ این مورد از زمانش نمیتونم مشخص بگم، چون من از وقتی که تازه متعلم مکتب بودم که من با رادیوی بی بی سی و برنامه کودکان اونجا ما کار میکردم، بعد که ما آمدم به یکی از تلویزیون های خصوصی از اونجا ناخودآگاه این مورد آغاز شد و چون من مسئول یک برنامه حقوقی بودم که در اون برنامه مشخصا من روی وضعیت زنان در افغانستان کار میکردم، این مورد باعث شد که آیستا آیستا من به می روند ادامه دادم و همیشه روی موارد کار کردم که در اونجا یعنی حقوق زن در خطر بود، یعنی موارد بود که خیلی آزاردهنده و باید بالای اون موارد تاکید میشد وقتی زمانی که یعنی ما به کشور بودیم و تو اون مورد حال ما میبینیم و به شکل مدرنش به شکل دیگه که در اینجا همچنان خانمایی که آمدن مشکل خود را دارد، ولی میتونیم بگوییم که اینجا به شکل مدرنش اینا مشکل خود دارن، یعنی باز هم نیاز است که باید بالای از اینا کار شود، همراه از اینا کار شود در
کنار از اینا استادگی شد و از طریق ورکشاپ و برنامه ها و سمینارهای معلوماتی که داریم ما میتونیم که و معلومات اینا افزایش بدیم و خانم ها بتونن حداقل به راحتی ادغام به جامعه نو شوند. شما از وضعیت زنان فعلا در افغانستان آگاهی دارین؟ امرایشون در تماس هستید؟ قسمی که میدیا امروز دنیا را کوچک ساخته برای ما شما و عملا ما شما میبینیم که وضعیت زن در افغانستان چی. امروز ما گفتم که دروازه مکتب بروی دختر 7 ساله ما در افغانستان بسته است که هیچ دلیلی نداره و اینو نمیتونیم بگویم چرا، چون از این نقطه معلوم میشه که وضعیت یعنی خیلی ناگوار و بدتر از وضعیت هست که ما در 20 سال گذشته ما نمیگیم که وضعیت زن در 20 سال گذشته در افغانستان خوب بود، نبود. اونجا فقط یک سمبولیک بود که او در مرکز چند خانمی که مثلا فعال رسانه بود یا فعال دیگه دفتر بود اینجا به تصویر میکشیدن، ولی اون زمان هم گوش و بینی زن و بارها ما شاید ای بودیم که بریده شد، ولی امروز بدتر از دو روز وضعیت زن بدتر از دو روز در افغانستان ناگوار است و ما با استفاده از فرصت و با استفاده از وقت برنامه شما بازم توجه مسئولینی که اگرچه کلیشه‌ای شده مورد ما که ما خواهش کردیم بازم توجه زنان را به خاطر زنان افغانستان می‌خواهیم. تشکر.